سلام، در این خبر به ماجرای ادعای تجاوز و آزار و اذیت یک دختر 16 ساله توسط محمدرضا گلزار میپردازیم که سمانه سوادی که یکی از فمینیست های پرمخاطبه اون رو مطرح کرده. دختر 16 ساله کرده. به یکی دیگه از ویدیوهای جنجالی کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً ویدیو رو تا انتها ببینید و اگر میخواهید از ویدیوهای جنجالی بعدی جانمونید کانال ما رو سابسکرایب کرده و زنگوله رو هم بزنید. این روزها بازار افشاگری از تجاوز و آزار و اذیت جنسی علیه افراد مشهور خیلی داغه. یکی از اولین افشاگری ها ادعای چندین دختر علیه شخصی به نام کیوان امامبردی، دانش آموخته باستانشناسی دانشگاه تهران بود که این شخص چند روز بعد توسط نیروی انتظامی بازداشت شد. اما این افشاگری ها به سوی افراد مشهورتر نیز رفت، مانند ادعای چند خانم مبنی بر تجاوز یا آزار جنسی آیدین آقداشلو، نقاش و نویسنده معروف، و یا ادعای تجاوز یا آزار جنسی رضا رفی، مجری معروف صدا و سیما که صحت ماجرای اون مشخص نیست. در جدیدترین اتهامات منتشر شده که کمتر رسانه‌ای به اونها پرداخته، ادعای تجاوز و آزار و اذیت جنسی محمدرضا گلزار، بازیگر معروف و مطرح سینمای ایرانه. ماجرا از این قراره که شخصی به نام سمانه سوادی که خودش رو فمینیست میدونه با انتشار چند توییت از یک روایت تجاوز که ادعا کرده شخصی برای او فرستاده، در صفحه توییتر خود محمدرضا گلزار رو متهم به آزار و سوء استفاده جنسی از دختر 16 ساله کرده. سمانه سوادی ادعا کرده شخصی که به اون این روایت رو ارسال کرده در سال 2007 که محمدرضا گلزار به همراه گروه فیلمبرداری به شهر اونها رفته و زمانی که اون 16 سال بیشتر سن نداشته، مورد سوء استفاده جنسی توسط رضا گلزار قرار گرفته. این توییت که به نظر شبیه داستان‌های جنسی دروغین سایت‌های مستهجنه، به طور عجیبی غیر قابل باوره. اینقدر که حتی تعداد بسیار زیادی از کاربران توییتری با اون شوخی کرده و حتی ماجرا رو باور نکردند. سمانه سوادی نوشته: دیروز روایت تلخی و به غایت دردناکی به دستم رسید. روایت تجاوز محمدرضا گلزار به دختری 16 ساله. لطفاً اگر تجربه مشابه دارید با من تماس بگیرید. هرچند من نمیتونم صحت روایت رو تایید یا تکذیب کنم، اما توسط چند تن از فعالان حوزه زنان در ایران راستی آزمایی شده. حالا با هم توییت هایی که سمانه سوادی از طرف اون دختر رو منتشر کرده مشاهده میکنید.
همونطور که پیش بینی میشد بعد از این توییت ها حواشی جدیدی به راه افتاد. عده‌ای این ادعا رو ساخته ذهنی سمانه سوادی میدونن و عده‌ای میگن این ماجرا واقعیت داره. در همین مورد یکی از مخاطبا در اینستاگرام از سمانه سوادی پرسید: یک سوال از حضورتون دارم. یک سری توییت تحت عنوان روایت یک شخصی از آزار جنسی محمدرضا گلزار به دستتون رسیده و اونها رو توییت کردید. سوال من این هست که با اتکا به چه سندی و بر چه اساسی این روایت رو در توییتر منتشر کردید؟ و سمانه سوادی در پاسخ به این سوال نوشت: تایید 4 نفر که ماجرا رو پیشتر شنیده بودن، تایید شاگردان مدرسه در مورد حضورش جلوی مدرسه، تایید اقامت در خانه شخص، گفتگو با فرد آزار دیده، شباهت الگوی رفتاری به روایات دیگه‌ای که از این شخص به دستمون رسیده و فعلا آزار دیده ها تمایل به عمومی کردنش ندارن. لازم به ذکر که پیش از این هیچ خبر یا ادعای تجاوز یا آزار جنسی علیه آقای گلزار توسط هیچ شخصی منتشر نشده و هنوز محمدرضا گلزار به این ماجرای عجیب واکنش نشون نداده. سمانه سوادی که خودش رو فعال برابری زن و مرد و فمینیست میدونه و در کشور انگلستان و شهر لندن زندگی میکنه، اون در ساخت برنامه‌ها و محتوا برای شبکه ایران اینترنشنال مشارکت داره و به عنوان کارشناس در برنامه‌های این شبکه ماهواره‌ای حضور پیدا میکنه. سمانه سوادی بیش از 220 هزار دنبال کننده در اینستاگرام و 20 هزار دنبال کننده در توییتر داره. در نهایت باید به این موضوع اشاره کنیم که پارس فکت تنها روایتگر این موضوع بوده و شخصی رو مورد اتهام قرار نداده و این خبر رو تایید یا رد نمی کنه. نظر شما در این مورد چیه؟ اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و نظرتون رو در قسمت کامنت بنویسید. ممنون که ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جنجالی بعدی رو از دست ندید. راستی حتماً به کانال ایرانی فان هم سر بزنید، چون توش کلی میکروفون مخفی باحاله. و کانال تیوی تز رو هم از دست ندید که آخرین اتفاقهای روز رو بررسی میکنه. تا ویدیوی دیگه، بدرود.